به نام نامی ای سبحان، پروردگار جان و جهان، عزیزان همیشه همراه و همراهان همیشگی برنامه روشنا، سلام های ما را پذیرا باشین. تقدیم میکنم به یک یک شما هموطنان خوبم در هر جایی که هستین. آرزو میکنم که جور و سعادتمند باشین. امروز بیایم یک سلام گرم تقدیم کنیم به هر کس و هر عزیزی که همیشه مثبت اندیش هست و مثبت ها را میبینه در زندگی. بیایم سلام گرم خود را تقدیم میکنیم به شما عزیزی که همیشه در زندگی نسبت به رفتارهای خودت مدیریت داری و دوست داری که هر گونه رفتار و احساس خودت را مدیریت کنی. بله، حتما شما عزیزان متوجه از این هستین که ما روزهای یک شنبه با شما عزیزان چه گفتگویی را داریم. مدیریت خشم عنوان صحبت و گفتگوی امروز ما هست که تقدیم شما میکنیم با کارشناسی خواهر خوب خانم حسنزاده عزیز، که سلام گرم تقدیم ایشان هم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه روشنا. امیدوارم در هر کجا هستن جور و صحتمند باشن و روز خوب و خوشی همراه با موفقیت برای همه عزیزان از خداوند متعال خواست. تشکر و سپاسگزار از خانم حسنزاده و شما عزیز، شما پدرها و مادرهای محترم که همراه با جوانان عزیزتان شیشتن و بیننده برنامه روشنا هستین. و بله، ما میفهمیم که در زندگی و در اطراف ما، در خانواده و اجتماع، انسانهای مختلفی وجود دارن. گاهی وقتا بسیاری انسانها هستند که خب خشم خودشه میتونه کنترل کنن. بعضی وقتا بعضی انسانها هستند که بسیار زود خشم میگیرن، بعضی هستن که خشم خودشان را سرکوب میکنن و بعضی هم هستن که قدر خشونت میکنن که صدمه هم به خود و هم به دیگران میزنن. خب ما جز کدام دسته هستیم؟ شما جز کدام دسته هستین؟ و چه خوب است که بیایم مدیریت خشم داشته باشیم، یعنی بیایم خشم خود ما را در حد نرمال کنترل کنیم. و اینکه چه قسم و چگونه، ما صحبت کردیم با شما عزیزان، مدیریت خشم تعریف کردیم برای شما خانم حسنزاده عزیز، و حالا میخواییم در رابطه با علل و عوامل خشم صحبت کنیم. بسیار جایگاه حساس و مهم داره این موضوع در زندگی ما. حالا ببینیم که چه عوامل داره خشم و چه باید بکنیم نسبت به خشم در زندگی. خانم حسنزاده، خب ما در برنامه اول خشم تعریف کردیم و گفتیم که به هر حال در زندگی ما باید مدیریت خشم وجود داشته باشه. و خب به هر حال خشم یک نوع احساس است دیگه. در کنار ترس، در کنار خشم، مثل ترس، مثل تعجب، مثل خوشی، مثل جگرخونی، خشم هم یک نوع احساس هست که به هر حال هر کسی رو تجربه میکنه. و حالا بیایم ببینیم که عوامل خشم چی هست و چرا ما او را تجربه میکنیم در زندگی. فرمودی موضوع برنامه مدیریت خشم بود که ما در جلسه قبل که در خدمت بینندگان عزیز بودیم در مورد خشم و اهمیت خشم و مدیریت خشم یک مقدار صحبت‌هایی کردیم و تعریفی از اونها ارائه دادیم. همانجور که شما فرمودین، خشم یک نوع احساس بنیادینه که در انسان نهاده شده و خداوند متعال، یعنی هموقتی که ما لازم هست در انسان باشه، مثل خوشحالی، غمگینی و خیلی چیزای دیگه که شما فرمودین. درست. ولی این احساسی هست ناخوشایند، چون اگه کنترل نشه طیف گسترده در بر میگیره و ناخوشی های رو برای انسان تلقین میکنه. درسته. پس باید تا جایی که میتونه انسان غضب خود خور مدیریت و کنترل بکنه. خب در این مورد هم حدیثی ما داریم که از امام علی علیه السلام است که میفرمایند از خشم بپرهیزید، چون آغازش دیوانگی و آخرش پشیمانیه. آغازش دیوانگی و جنون، یعنی خشم با دیوانگی وقتی خشم انسان رو بگیره، یعنی خشمی که کنترل نشه، مدیریت نشه. ولی خشمی که کنترل نشه، اولش که انسان شروع میشه حالت دیوانگی و حالت جنون به انسان دست میده، نمیفهمه چه کار میکنه، هر کار میکنه. احسن. درست. اصلا نمیفهمه چه کار میکنه. و جالب اینجیه که اگه این کار رو انجام بده بعدن پشیمان میشه، یعنی میگه کاش که این کار انجام نمیدادم.
پس چه خوب است که وقتی که کاری که انسان مایه بکنه که اول دیوانگی و جنون به انسان دست بده که همچین نامی رو بر انسان بزنه و آخرش تبدیل به پشیمانی بشه، پس خوبه که انسان این کار رو از هم اول کنترل کنه. و اما برای کنترل کردن این خشم نیازه که انسان با یک عواملی رو بشناسه، یعنی یک آگاهیای از خشم به دست بیاره تا بتانه او رو کنترل کنه، درست. و یعنی بتانه بعدن او رو مدیریت کنه. چون ما بعد در جلسات آینده خواهیم گفت که چجور کنترل کنیم، مدیریت پرخاشگری و خشم رو بیان میکنیم، ولی الان باید در این جلسه این رو میخوایم بیان کنیم. یک عواملی داره این خشم که این عوامل رو اگه انسان در خود و دیگران شناسایی کنه یا در فرزندان خودش شناسایی کنه، خب انسان سعی میکنه اول عواملی و علل‌ها پیش نیاید در زندگی از رو، بعدش هم اگه پیش آمد به چه شکل‌های انسان اونها رو مدیریت درسته. کنه. پس اول باید بشناسه عوامل از اون، اصلا یک آگاهی به دست بیاره. چون بعضی از افراد ما دیدیم که مثلا شاید دیده باشن که ولی میدنم میگن که ما اصلا ناراحت نشدیم، ما خشمگین نشدیم، در حالی که واقعا او ناراحت شده، ولی چون عادت کرده به خشکی شده، یک تشریع هم به فرزند خود زده، مثلا در پس بچه درس نمیخونده یا زیاد شلوغگری میکنه، میخواسته او رو ساکت کنه یا درس بخونه، آمده یک تشریع بزده که او چوب بشه کنه، ولی ساکت کرده در جای، یعنی موفق هم شده، ولی با خشمگینی، یعنی از راه اصلی از او وارد نشده. وقتی خودی از او گفتگو میکنی میگه من همچین کاری کردم به خاطر خود بچه کردم، بله. در صورتی که نمیده او روشی که به کار برده روش مناسبی نبوده. خب پس امروز ما این رو بیان میکنیم که علتهای خشم چی هسته. علتهای از او رو ما سه دسته دسته بندی کردیم. علتهایی که مرتبط با خود فرده، یعنی در وجود خود فرد این علتها باید بشناسه که تا اونا رو برطرف کنه که بعدن خشمی به وجود نیاد. یا علتهایی هسته که از بیرون وارد شده، مثلا از طرفی هست که مثلا از دیگران وارد شده، درست. خب اینها رو که انسان بشناسه ولی بدانه که چجوری مدیریت کنه، چون جلوی از اونا نمیتونه بگیره. اونا رو بیشتر توضیح میتین خانم اصلا؟ آره تک تک الان توضیح. به طور ناخواسته وارد زندگی انسان میشه. عوامل محیطی هم که عواملی است که ممکنه از بیرون بر انسان غلبه پیدا کنه. اما علت اول که گفتیم علت فردی هست، خب. یعنی در وجود انسان هست که باید او رو بشناسه، برطرف کنه که دچار خشم نشه. اگه انسان بزرگ بینی داشته باشه، یعنی کبر و غرور داشته باشه، بس. یا یک نوع کوچک شمردن دیگران رو مد نظر داشته باشه، بدانیم که با کوچکترین حرفی او تحت تاثیر قرار میگیره و باعث میشه که خشمگین بشه، چون همیشه خود خود برتر میدونه، هیچ گپی برو از او دیگه تاثیر نداره. اگه کسی به او گپ میزنه فکر میکنه او برای از او توهین میکنه، یعنی که هیچ توقع نداره که دیگران نسبت به او مثلا یک گپ را بزنن، فقط گپ به خودی مایی باشه. خب همچین چیزی که در جامعه و در خانه ممکن نیه اتفاق بیفته، چون بقیه هم حق اظهار نظر دارن، بقیه هم میخوان او کارهای انجام بدن و مستقل باشن. پس این میگه گپ گپ ما باشه، کار کار ما باشه، هر چی که من میگم. خب این بزرگ بینی فقط خود خود دیده، بقیه رو ندیده. ما حدیثی داریم که از امام صادق علیه السلام که میفرمایند حواریون از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردن سخت ترین چیزها چیه، فرمودن حضرت فرمودن سخت ترین چیزهای خشم خداونده، یعنی خشم خدا سخته. عرض کردن چگونه میتونی خشم خداوند رو نگه داری، یعنی خداوند بر سر ما خشمگین نشه، گفتن خشم خودتو نگه دار که خودت خشمگین نشی. بعدش سوال کردن که خب ما چجوری پیدایش خشم چیه، چجوری خشم به وجود میایه، علل خشم در انسان چیه، گفتن کبر و غرور و کوچک شمردن دیگران. درست همین نمونه هایی که واقعا انسان توجه نداره، میگه که من هر کاری که بکنم کار من درسته، در صورتی که انسان باید یک بررسی بکنه نظرات بقیه را، چون انسان کامل نیست، بله بله. این رو باید قبول کنه و به این پایبند باشه و در کارها خواهم مد نظر داشته باشه که بقیه هم باید با من کمک کنن که من بتونم یک کار موفقیت آمیزی رو درسته. انجام بدم، ولی به دیگران توجه نکنه، بگه من عقل کل هستم و هر چی که من میگم هیچ ردخوری نداره و اشتباهی وجود نداره و رابطه دیگران رو در کارهای خود نسنجه. اینجا کوچکترین حرفی که باید بزنن
ناراحت و خشمگین میشه. بله، پس نکته مهم کبر و غرور و تکبر و اینکه ما انسان‌ها خود ما را بزرگتر و بالاتر از نبینیم دیگران از نبینیم. دیگران. بسیار خوب، میان برنامه تقدیم شما عزیزان، ما هم همراه شما میبینیم و بعد از او در ادامه با ما همگام باشیم. بله عزیزان، نمبر واتساپی را میگم براتان، با ما در ارتباط باشین و به هر حال سوالات، پیشنهادات، انتقادات و هر گفتگویی که دارین میتونین با ما در ارتباط باشین. مثبت 964 780 255 40 13 و خانم حسنزاده عزیز میتونن پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. و اما میپردازیم به ادامه صحبت و گفتگو. عوامل خشم چی هست؟ یکی از عامل مهم را خانم حسنزاده عزیز بیان کردند و گفتند که بزرگ نشان دادن خود، بزرگ جلوه دادن خود، کبر، تکبر، غرور و اینکه دیگران ما همیشه خرد و کوچک احساس کنیم. ان شاءالله که قسم نباشه، ما همه انسان‌ها یکی هستیم و در پیشگاه خداوند یکسان و کسی در پیشگاه خداوند بالاتر است که پرهیزگارترین باشه. خب خانم حسنزاده، مشتریم ادامه صحبت‌ها و گفتگو را. بله، عوامل فردی رو داشتیم، میگفتیم که یک نمونه رو الان فرمودین و دومین مورد ضعف اعتماد به نفسه. افرادی که اعتماد به نفس بالایی ندارن، اینها بیشتر ناراحت میشن و خشمگین میشن که خود اینا فکر میکنن که ما دچار مشکل شدن، یعنی در کاری که پیش میایه اعتماد به نفس ندارن اون کار رو سعی کنن. درست. همون ضعف اعتماد به نفس از اونا باعث میشه که اونها رو عصبانی و ناراحت کنه. دیگه از مواردی که باعث میشه که از او عوامل فردی به حساب بیای، قضاوت شتابانه، مثلا یک کار مایان دیدن انجام شده و اینها، بله، دیگران مثلا با او کار رو انجام دادن بدون اینکه کار رو بررسی کنن قضاوت میکنن. ممکنه او قضاوت اینا بعدا اشتباه بشه، ولی از او قضاوت میکنن با ناراحتی و سر جنگ و جدال و سرصدا باعث میشه که این قضاوت رو بکنن. و دومین موردی که ما میتونیم برای عوامل خشمگینی بگیم، دیگران هستن که در انسان باعث میشه که تأثیر بگذاره. معمولا هم به همین شکل هست. حالا عوامل فردی رو ما خود ما میتونیم کنترل کنیم، یک بررسی در قسمت قضاوت ها بکنیم، از کبر و غرور رو کم کنیم و تواضع رو پیشه کنیم و اعتماد به نفس خود بالا ببریم. ولی در زمانی که عوامل که دیگران بود، اینجی باید یک خود انسان مدیریت کنه خشم خود، چون خانه‌ها به انسان این مورد وارد میشه. مثلا دیگران برای از میتونیم اینا رو نام ببریم، تبعیض قائل شدن، حق از این کشتن. بله. خب این در این موارد دیگه کاری نمیشه که، چون از نهایی دیگری انسان. آها. در اینجا باید خود خور کنترل کنه. درست. و مدیریت کنه. یا مثلا تحقیر شده به مثلا شغلی که داره. یا بچه هست در مکتب هست یا در دانشگاه هست، خب اینها باعث میشه که احساسات از او، عقاید از او، ارزش های از او زیر سوال قرار گرفته. اینجا اگه موقعیتی اونیه جنگ جدال نکنه و خود خور کنترل کنه، با جنگ و جدال هم کار ساخته بدانه نمیشه. بله. و اوضاع از او هست که بدتر میشه. یا دخالتی در زندگی صورت گرفته، مثلا خانواده هستن دارن زندگی خور میکنن. بله. ولی مثلا آمدن یک افرادی در زندگی از اینا سرگشی میکنن، دخالت میکنن، دخالت های بیمورد، خب اینها میتونن جلوی افراد با مثلا محل نگذاشتن و به طریقهای مختلف بگیرن.
و از عوامل دیگه که میتونیم برای نظر دیگران عوامل خارجی بیان کنیم، یا کسی مشکل مالی داره واقعا، یا درست. ای خب مثلا مرد خانه از صبح از خارج خانه رفته به کار میکنه، رزق حلال دست بیاره، ولی باعث شده یک مشکلاتی به داخل محیط کار برای از پیش بیاد. خب اینجا باید خانواده به جای مثلا نق زدن و اینا با او همکاری و همراه باشه. بله. خب نه تنها که اگه با همراه و همگام نباشن، بدانن که اعصاب خرابی های دیگه در پی داره، خشونت هایی حتی ممکنه در خانواده ایجاد بشه. احساس ناامیدی، افسردگی یکی دیگه از عواملی هست که میتونه بگیم در زندگی های امروز واقعا برمیگرد به فرد دیگه، درست؟ به همون شماره اولی که نمبر اولی آره که گفتین، میتونه به فرد هم بگیم آله احساس ناامیدی معمولا در حال فرد در خود فرد ایجاد شده. بعضی وقتا خانم اصلا زده مثلا بعضی انسان ها هستن که حالا درست است که سر یک نمونه‌ای که شما گفتین که مثلا کبر و غرور داشته باشن، یا مثلا اعتماد به نفسشان مثلا بسیار زیاد باشه، اعتماد به نفس کاذب داشته باشن، بسیار وقتا هستن که مشکلات روحی رفتاری دارن، اختلالاتی دارن که خودشان قبول ندارن ولی دیگران متوجه هستن، به این نحو هستن که قدر مثلا به خاطر مشکلات درونی که ایجاد میشه گاه برشان خشونت میکنن، لتوکوب میکنن، سر صدا میکنن، جار جنجال میکنن، مشکلات روحی روانی دارن. خب این برمیگرده به همون فردی، درست است؟ مثلا غم اندوهی داره، ناامیدی هستن، افسردگی دارن. احسن. بله. اینها باعث میشه که در از عوامل فردی هم میشه حساب، ولی بعضی وقتا باعث شده در جامعه قرار بگیره و دیگران در او تاثیر بگذاره. اینجا کنترل کردن ممکن گفتم نیستش. و یک عوامل دیگه هم که میتونه مد نظر بگیرید، عاملی هست که از محیط بر او ایجاد شده، یعنی باعث شده که محیط بر رو تاثیر بذاره. مثلا هوا خیلی گرمه، خب یا هوا خیلی سرد هست، خب ممکنه در فرد تاثیر بذاره و خشونت به خرج بده. یا مثلا به بیرون هست ترافیک شدیدی گیر کرده، بله. یا صدایی از بیرون میاد ایر آزار میده. خب اینم عوامل محیطی هست که فرد باید اینها رو کنترل کنه و مد نظر داشته باشه. من الان دوچار مثلا عصبانیت شدم، کدوم از این موارده؟ ولی قسمت که شما فرمودین خیلی نکته خوبی اشاره کردین که فرد ناآگاه هست. خب یعنی حتی خشونت خود تشخیص نمیده، درسته. خشم کرده که بر جا بماند، باعث شده که در برابر از او خشونت هم به خرج بده. بله. اینجا دیگه کار واقعا سنگین‌تر شده، به طوری که حتی میتونه به کسی دیگه یه آسیب بزنه. درست. اگه کنترل نشه. بدانیم که ما الان به مثلا فکر کنیم که خشونت به خرج بدیم، کار مثلا به اهداف خود میرسیم، کار ما را میفته، بدانیم که واقعا اشتباه فکر میکنیم. ممکنه هم یک فردی که خشونت به خرج داده بقیه تابع از او باشن، حرف از او رو به همون مثلا اسنا گوش کنن و از مثلا به دستور از او یا فرمان از او عمل کنن، ولی بدانن که بعد از او حرف از او دیگه جایگاه خود خود نداره. بله. به خصوص برای مثلا والدینی که سعی میکنن که بر فرزندان خود امر نکنن، درسته. و دستورات از اینا باشه، اگه به جان نیاره بر سر از اونا خشونت به خرج میدم. بارها مثلا ما دیدیم که در بین جوانان وقتی از اونا سوال میکنه که مثلا چرا مثلا بر پدر مادر تو حرف اینا مثلا از روی دلسوزی و اینها هسته، میگن همه حرف های از اونا از روی دلسوزی هست، ما قبول داریم، ولی امر و نهی های از اونا جوری هست که به خواسته و طبع دل ما نیست. درسته. بیشتر با امر و نهی. حتی اگه جوانان متاسفانه همچین چیزی وجود داره، والدین بدونن جوان تابع از اونانیه یا نوجوان، باعث میشه که خشونت به خرج بدن، او رو تنبیه بدنی کنن که این بدترین نوع شکل از او میتونه باشه. بله. ما در همین زمینه که پرخاشگری که در چون بیشتر مشکلاتی که الان ما با ما مواجه هستیم این هسته که در بین نوجوان ها پرخاشگری وجود داره، علاوه این مواردی که تا حالا گفتیم بین بزرگ سالان بود. در نوجوانان منظورتان پرخاشگری هایی که در بین نوجوانان وجود داره واقعا الان برای والدین یک چالش امروز شده، که بیشتر چون حال ما میگیم بری چی بیشتر بین نوجوان ها هست، جوانان به خاطر فعالیت های تغییر هورمون بدن بله، از لحاظ بله.
جسمی یک مرحله حساس از زندگی هستن، دوره بحرانی. اصلا خود همین باعث میشه که از لحاظ جسمی و روحی و روانی زمین ساز نوعی پرخاشگری باشه. این در روانشناسی هم هست. نوجوان وقتی که به یک سن میرسه که معمولا نزدیک به همون سن تکلیف رو الان روانشناسان رو بیان میکنن، میرسه باعث میشه پرخاشگر بشه و والدین وقتی واقعا متوجه میشن فرزند از اونا پرخاشگر شده، بله. از طریقی میخوان فرزند خود درمان کنن، یعنی تحت کنترل هم داشته باشم. ما اینجا برای از والدین واقعا میگیم سبک فرزند پروری سبکی نیست که بخواین اقتدار داشته باشیم بر فرزند، یا مثلا زور بگیم مثلا به فرزند یا حکومت داشته باشیم، اصلا به این شکل نیست، چون بدترین نوع شکل به یک نوجوان همه قسمت از خب خانم اسنزاده، مثلا ما پدر مادر در نظر بگیریم که مثلا بچهش در مرحله بلوغ و نوجوانی است، خب او مثلا یک گپای مثلا میزنه که پدر و مادر توقع ندارن، درست؟ خب فکر کنن که انال او پدر چی میکنم. خب مثلا تو مثلا که اشتوک خرد بودی، آل مثلا قدر شدی که کتما مثلا قسم رفتار میکنی یا این قسم گپ میزنی، یعنی درک این موضوع که این الان در یک مرحله رشد است، در یک مرحله بلوغ و بحرانی و نوجوانی هست، برای والدین بسیار سخت است این موضوع، چون او را اولاد خود فکر میکنن و فکر میکنن که همون مثلا طفل است که آله مثلا یک کمک قد کشیده کلان شده و این که او در یک مرحله حساس است، این را شاید کمتر بتانند درک کنند. بختر امو است که تضاد ایجاد میشه بین والدین و او نوجوان. احسن، حتی زودرنجی ایجاد میشه، مثلا باعث میشه هم والدین در اینجا رنج ببرن از حرکات فرزند خود، هم فرزند از واقعا ناراحت میشه، چون از لحاظ روحی و جسمی گفتیم زمینه فراهم شده که کودک خشمگین و پرخاشگر باشه. و اینجی باید والدین یک سری کارهای انجام بدن که بتاند که فرزند خود رو هم احترام از اون نگه دارن، هم برای اون مالکیت قرار بدن، هم حس استقلال بر اون قرار بدن، تا اینجی بتانن فرزند تحت کنترل پدر و مادر باشه. دقیقا. چون اگه تحت کنترل نباشه ممکنه به خود خو و با والدین خو خدای نکرده آسیب بزنه، به والدین ممکنه بی احترامی بکنه. خب وقتی بی احترامی به والدین میکنه مطمئنم والدین هم ناراحت میشن و دلخور از این فرزند خو میشن، ممکنه حتی خشونت به خرج بدن. مثلا الان پسر نوجوانی، دختر نوجوانی در اینج دوست داره در خانه مورد احترام قرار بگیره، ولی باعث میشه که در نه تنها مورد احترام در خانه قرار نگیره، بلکه باعث میشه مورد بی احترامی قرار بگیره. حتی اگه یک خورده مرحله بالاتر نگاه کنی، حتی پدر مادرایی که به این فرزند خود حتی کتک میزنن، بله. و ضرب و شتم داره، خب بله. این فرزند چجوری میخواد یک فرزندی باشه که در برابر این پدر و مادر تحمل داشته باشه؟ مطمئنا به احترامی های از هر دو طرف دقیقاً صورت میگیره. خب اولین کاری که والدین میتونن بکنن در این سن وقت نوجوان بود برای مدیریت خشم از او، برای کنترل پرخاشگری هایی که میخواد انجام بده، بهترین کس که میتونه کمک از او کنه والدین هستن. 100%، یعنی به شرط ای که درک کنن مثلا، درست، نوجوان خودشان. ولی والدین مثلا وقتی خطایی از فرزند از اونا میبینن، از فرزند خود، اولین کسی که بعض وقتا مقصر میدانن محیط درس از اونه، مدرسه از اونه، معلم از اونه، همکلاسی ها از اونه. خب به این شکل مشکل حل نمیشه. یا همدیگر مثلا مقصر میدانن دیگه گاهی وقتا، مثلا میگن توی خوب تربیت نکردی، چه قسم تربیت کردن است مثلا، درست؟ مثلا مادرم میگن که تو خوبی رو تربیه نکردی، سه که حال پیشوری من استاد شدم. احسن. در حالی که خب او به هر حال یک سری عوامل و عللهای خشم در وجودش هست که باید او پیدا شود، معلوم شود که چرا مثلا این طفل، این نوجوان ما مثلا دچار خشم شده. حالا این چراش مهمه، گذشته از این که خب مثلا دوره بحرانی از او هست، ولی خب بازم هم ما نمیگیم که حالا مثلا یک نوجوان در دوره بحرانی همیشه خشم داشته باشه، یک علل و عوامل وجود داره که دچار خشم شده. احسن. الان ما به همون علل و عواملی که چرایی خشم، چرایی خشم اشاره میکنه، یا خدای نکرده ممکنه والدین در داخل خانه رفتار خشونت آمیز داشته باشن.
اگه والدین در خانواده در کودکی فرزند دیده باشه که خشم و ناراحت و خشونت دارن، مطمئنن این بچه وقتی که به نوجوانی رسه پرخاشگری های والدین رو به طریق خوبی یاد گرفته. متاسفانه الان کودکان کمی نداریم که حتی مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. پدر و مادر اعصاب ندارن، ما هم کودک خود ساکت کنم میگم با یک مثلا زدنی ساکت میشه، به جا ما داریم دیگه یک کتک بزنیم به جا خود میشینه. خب الان ای به جا نشستن، ببینیم از چه طریقی برای از کودک استفاده شده، یا حتی بعضی از پدر و مادرها هستن درستن. که با خود خود درگیر هستن. بله، درگیری بین والدین خودش منجر میشه به خشونت بیشتر. و هم باز هم میان برنامه تقدیم شما عزیزان. تشکر از همراهی همه شما عزیزان که با برنامه روشنا همگام همراه هستین. در ادامه همچنان ما را همراهی کنین و موضوع مدیریت خشم هست در برنامه روشنا که امروز تقدیم شما عزیزان شد. و اما علل و عوامل خشم بررسی کردیم و رسیدیم به این صحبت و گفتگو که به هر حال مدیریت خشم در نوجوانان چگونه باید باشد، چه راهکارهایی باید داشته باشیم و نوجوانانی که در مرحله رشد و بلوغ و بحران هستند به هر حال چگونه باید علل و عوامل خشم اونها را ما پیدا کنیم و بررسی کنیم. خب خانم حسن‌زاده، گفتین که به هر حال نوع تربیت پدر و مادر، روابط بین پدر و مادر، اینها همه میتونه بسیار مؤثر باشن در عوامل خشم نوجوانان. در ادامه میخوایم باز هم بشنویم ببینیم دیگه چه عوامل هایی هست. بله، همونجور که شما فرمودین عوامل متعددی داره خشم نوجوانان. یکی از عواملش که شما بیان کردین رفتار والدین با هم و با فرزند هست. هم با والدین رفتارشون با هم، یعنی پدر و مادر با هم چه رفتارهایی دارن، و همی که رفتار والدین با فرزند ممکنه چه شکل باشه. چون فرزند باید اول اینکه این رو درک کنه که خانه مکان امنیه بریم، نه تنها فرزند، حتی همسر متقابل باید این درک رو داشته باشن. ولی ما چون برای نوجوانان داره بیان میکنه، این درک رو باید داشته باشن که خانه نقطه امنی. اگر رفت خانه نقطه امنی برای فرزندان نباشه، چی کودک، چی نوجوان، چی جوان، این باعث میشه که رفتارهای خشونت آمیز رو از خودش بروز بده. بله. مثلا خشمگین میشه چون میبینه خانه به هم ریزی، پدر سر صدا، مادر سر صدا، دائم در خانه دوا و نزاع و اینها هست، و این کودک هم باعث میشه که به وقتی به مرحله نوجوانی برسه تمام حرکات ها از اونها رو تقلید کنه و از خود خود بروز بده. دست. و این مورد نه تنها در از خانه باعث میشه خارج بشه، حتی در اجتماع هم، به مدرسه هم، چون میبینه که داخل خانه اعصاب خرابی هست، این نوجوان باعث میشه که به داخل مکتب با هم صنفی های خود خواهم اعصاب خرابی بله. رو داشته باشه. دنبال یک موقعیت میگرده که بتونه مثلا ابراز کنه، شد در داخل خانه نتانسته، چون اون آرامش که باید در خانه میداشته حال این برای نوجوان دیگه میسر نیست، که در مکتب هم باعث میشه نارامی های مثل خانه داشته باشه. پس والدین برای که بخوان کارهایی رو انجام بدن تا این فرزند از اونا پرخاشگر نشه، چند نکته رو ما توصیه میکنیم. یکی که به علایق کودکان خود توجه کنن. اولی که خانه رو محیط امن و آرام برای کودک فرزند نظر بگیرن. حتی ما داریم وقتی پدر و مادری با هم نزاع و بحث دارن، او رو در جلوی فرزندان باید
نباشه، درست دارم. چون این فرزندان تاثیر داره روحی از اونا. پس وقتی هم که دومی موردی که میتونیم براش بگیم میگه جلوگیری از انجام که کارهایی رو که بدونه که علایق فرزندان چی به چی علاقه داره، به چه چیزی علاقه داره. حتی بر والدین سعی کنن به رنگ لباسی که برای فرزند خود تهیه میکنن رنگ لباسی باشه که خودی و مورد علاقه او باشه، یعنی به تمام علایق و خواسته ها نمیگیم چیز ارزش خواهشم، چون تمامش ممکنه نامعقول باشه، درستم. ولی برای بخشی از علایق هایی که این فرزند داره ارزش قائل بشن. یعنی فرزند احساس کنه من به داخل این خانه یک جایگاهی دارم، درسته. ولی فرزند احساس کنه که من جایگاهی ندارم بیشتر اثر خرابی میکنه. احساس امنیت داشته باشه، درسته، امنیت خاطر و به هر حال امنیت از هر نگاه، چه علاوه روحی چه علاوه جسمی. به هر حال بعضی از کودکان یا نوجوانان هستن از بسی که محیط خانواده محیط نارام هست احساس امنیت نمیکنن، فکر میکنن که مثلا در اینجا حال هر آن امکان داره که مورد لتوکوب قرار بگیرن یا مورد سرزنش قرار بگیرن یا تحقیر شوند و به هر حال حتی مورد خشونت قرار بگیرن. احسن. تحت یا غیر از موارد تحت فشار بذارن کودک، یا باید به این مثلا کلاس زبان یا کلاس دیگه مریض رو در نظر گرفتن باید بری، در صورتی که فرزند اصلا علاقه به او رفتن و وجی نداره، ولی تحت فشار حالا برای کلاس رفتن ممکن نباشه، برای انجام کارهای خونه باشه. فرزند در اون زمان بازدهی می استراحت کنه، ولی او برای از او یک کاری مثلا انجام بدن یا جایی میخوان ببرن تحت فشار قرار بدن، این باعث میشه که خود والدین زمینه رو اله رو باعث شده که فراهم کنن تا این کودک خشونت به خرج بده، یعنی به زور ماین او از خانه خارج درسته. کنن. اله دیگه ای که احساس مالکیت بر او قرار نمیدن، چیزی که مال از اونه مثلا حالی ممکنه لوازم شخصی از او باشه یا مثلا لوازم مدرسه از او باشه، اونها رو بدنم مال از اونه. مثلا بدون حتی والده نگم خود ما خریدیم، حتی برای برداشتن از اونه اجازه بگیرن، درسته. چون بعض از کودکان مثلا دیدیم وقتی احساس مالکیت میکنن و ایده که مال از اونهایه و علاقه ندارن که به کس دیگه وسائل شخصیشان، خصوصا در زمان نوجوانی حس مالکیت بیش از یک کودکه. پس اینج والدین باید بیشتر ارزش قائل بشن برای مالکیت فرزند خود. حتی مدرسه‌ای که ماین فرزند خود بزنن به مثلا خوب قبل از اینکه اون به مثلا مکتب بزنن بپرسن این مکتب چه افرادی هستن درس میدن، چه هم کلاسیای ممکنه داشته باشه، چون واقعا اگر هم کلاسیای داشته باشه که واقعا افراد باشن که مثلا پرخاشگر باشن در روحی از این فرزند تاثیرگذار، همونطوری که پدر و مادر میتونن الگو باشن، معلمای از این فرزند میتونه به این فرزند الگو باشه. از موارد دیگه که میتونیم بگیم که هیچ وقت نقطه ضعف های فرزند خود زیاد بزرگ جلوه نده. ممکن هر کسی نقطه ضعف داره، ممکن یک جوان هم نقطه ضعف های زیادی داشته باشه، مدام پدر و مادر اون نقطه ضعف ها رو به این فرزند خود تذکر بدن که این کاری که دی مثلا نباید میکردی، این کار نباید میکردی. خب اینجی باعث میشه که این کودک از خود خود خشونت به خرج بده. تحمل چون نکات مثبت او دیده نمیشه، غیر همون نکات منفی از او دیده میشه، و به خصوصی که مثلا یک چند تا از همسن و سالای از وام باشه و باز پدر و مادر مثلا میره بگویه که مثلا تو این قسم هستی یا چرا تو رفتار داری، خب به هر حال شخصیت نوجوان کاملا در اون قسمت دیگه خرد میشه و کوچک میشه. اصلا حتی ما داریم که در جمع از اون فرزند تعریف کنیم اگه کس دیگه وجود داره که این فرزند نوجوان الان داره شکل گرفته، مثلا شخصیت از اون دوست داره مورد بعض وقتا پدر مادر نکوهش میکنن، اینجا دوست داره مورد تمجید احترام قرار گیره. حتی چه خوب است که به او مسئولیت پدر و مادر دادن، از کاری که خوب انجام داده تشکر کنن، ولی وقتی به پدر و مادر بگی من فرزند خود تشکر کن، میگه احترام از کلانای فرزند که مثلا هنوز به سن و سال نرسیده، چطور من یک پدر و مادر یعنی بزرگ بینی از اونها اجازه نمیده که از فرزند خود تشکر کنه. ولی همون تشکر کردن از فرزند باعث میشه که فرزند اون اخلاق نیک رو یاد بگیره، جالب میشه نرم شه یک نوجوان دیگه میگه پدر و مادرم، یعنی من به شخصیت رسیده و به یک حس اعتماد به نفس از این بالا میره که به یک جای مثلا از یک پدر و مادر از من تشکر میکنه، یعنی کارم بسیار کار خوبی بود. بعض وقتا بعض از پدر و مادران و اینا هستن زیاد شکایت دارن فرزند ما هر چی میگیم گوش
نمیکنه. با وجودی که ما روی دلسوزی میگه اینا، خوب است از بعضی از مسائل رو وقتی که زیاد تکرار کرده پدر و مادر اینجا تکرار نکنه، یعنی از نصیحت کردن بیزار هستن. چون نوجوان اگه خیلی بری از اون مثلا نصیحت کنی و تکرار کنی، خیلی خصوصا سر یک مسئله پرخاشگر میشه و خشونت به خرج میده. اینجی از کسانی که حرف نشنوی داره، حال ممکنه معلم از او باشه، به مکتب باشه یا مسئولین مدرسه باشه، یعنی کسی که حرف شنوی داره سعی کنه، ممکنه از اعضای خانواده باشه، کاکو از او باشه، کسی باشه که حرف شنوی داره، مطمئنا در این فرزند بیشتر اثرگذار هست تا پدر مادر مدام روی یک نکته تاکید کنن. اینها از مواردی است که واقعا باید پدر و مادر آشنایی داشته باشن تا بتانن خشونت فرزند خود در نوجوانی درستان. کم کنن. از همه مهمتر این که فضا بدن به فرزند. حالا هنگامی که ما میگیم فضا بدن، ممکنه چی؟ یعنی برای از فرجه بدن، یعنی کاری رو انجام ده نترسونن. مثلا اگه دست به یک کار مایه بزنه جایش مایه خواست مهلت بدن برش، به فرصت بدن مهلت بدن اصلا که این کار رو انجام بده. گرچه ممکنه این در او کار شکست بخوره، ولی شکست از او موفقیت هایی بدانن در پیش داره. خشونت و پرخاشگری دختران و پسران هم یک نکته ای داره، اینجی بد نیست ذکر بشه، چون بین دختران و پسران خشونت های نام متفاوت است. معمولا دختران به جایی که وقتی ناراحت بشن و خشمگین بشن، به جایی که بیاین لتکوب کنن و بیشتر سرصدا میکنن، جدال لفظی دارن. ولی پسران بیشتر اعمال خشونت آمیز انجام میدن، از قدرت خود استفاده میکنن و بیشتر مثلا از لحاظ قدرت بدنی خود میخوان بیشتر پدر نشان بدن، به خاطر ممکنه به پدر و مادر خود مثلا نظر، ممکنه یک وسیله برداره بشکنه یا به خواهر و برادر خود سرزنش کنه. خب تا اینجا مسائلی بود که ما در مورد خشونت بین نوجوان ها که واقعا لازم هست پدر و مادر آشنایی داشته باشن، و بیش از این مواردی هست که انشالله پدر و مادران با مطالعه و با این آگاهی ها رو به دست میارن. چون وقتی که ما علت های خشم رو بشناسیم و وقتی به خود ما مراجعه کنیم، به اطرافیانمون، فرزندانمون نگاه کنیم که کدو از این مورد ها بوده، مثلا من الان ناراحت شدم، یکی هم به ما میگه تو داره خشونت به خرج میدی، خب انسان باید بررسی کنه من کدو از این عوامل رو انجام دادم، دلیل باعث شده که من مثلا خشم بگیرم. آیا این دلیل منطقی بوده که بیشتر خشمگینا خشم دلیل خاصی نداره؟ حالا ممکنه بعضی از خشونت ها واقعا دلیل خاصی داشته باشه، چون بعضی از خشونت ها ما گفتیم خشم های مفید هستن. مثل یک فردی باعث شده که از غیرت از او مثلا یک کاری انجام بده، از رو غیرت بوده، خب این خشم ما به خشونت، درستی خشمگین شده ولی به او خشونت اطلاق نمیکنه، نمیگیم، ولی میگیم این فرد فرد غیرتی شده مثلا برای حفظ ناموس، یک فرد غیرتی شده، اگه خشم به کار برده خشونت نیست، این از روی غیرت هست. ولی این رو بدانیم، خشونت های بیجا اگه عواملش رو بشناسه انسان خیلی میتونه اونها رو بهتر کنترل کنه و حتی از ابتدا اونها رو پیشگیری کنه. بسیار عالی، نکات بسیار خوبی را بیان کردن خانم حسنزاده، و بشینیم یک کمک بررسی کنیم اگر گاهی مواقع دچار خشم میشیم، بیایم علل و عوامل از او را چه فردی، چه محیطی، چه اجتماعی پیدا کنیم و انشالله که کمتر دچار خشم و خشونت شویم. سپاسگزار هستیم از خانم حسنزاده و از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده. تشکر و سپاسگزاری از همه شما عزیزان، و ای که شما را به خدای بزرگ میسپاریم و تا برنامه های بعدی حتما انشاءالله برنامه ریزی کنین و بیننده برنامه روشنا باشین. خدا نگهدارتون.